دوستای عزیز سلام با درس دوم اومد زبان انگلیسی خوش آمدید موضوع این درس اجزای کلام است اجزای کلام یا parts of speech یعنی چی؟ کلام یعنی یک جمله کلام یعنی گفته های ما به طور مثال وقتی می گویم من کابل می روم این جمله کلام است اجزا یا جزها همان کلمات هستند که در جمله استفاده شدند در این جمله کلمه من کلمه کابل و کلمه میروام جای کلام هستند. در زبان انگلیسی وقت اجزای کلام را یاد بگیریم و بفهمیم که چطور از آنها استفاده کنیم زبان انگلیسی را یاد گرفته ایم. مثلا در جمله من کابل میروم کلمه میروم در آخر جمله واقع شده است. چرا کلمه میروم در آخر جمله واقع شده است؟ به خاطری که میروم فعل است و در زبان فارسی فعل در آخر جمله واقع می شود. به همین ترتیب وقتی یاد بگیریم که در جمله انگلیسی فعل در کجا واقع می شود فایل در کجا واقع می شود و اجزای کلام دیگر در کجای جمله واقع می شود بسیار بسادگی می توانیم جمله بسازیم و انگلیسی صحبت کنیم در زبان انگلیسی تمام کلمات به هشت گروپ تقسیم گردیدند که این هشت گروپ را به نام اجزای کلام یا parts of speech یاد می کنند این هشت گروپ قرار زیلند نون. pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection تمام این کلمات را به معنی آن یا یاد بگیرید. در درسهای بعدی روی هر کدام اینها مفصل بحث میکنیم.